هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی دارند. احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در برنامه بازشناسی باورها در روز پنجشنبه 18 آبان ماه در خدمت شما بزرگواران. سیر بحث ما امروز ادامه راهی است که از سخنرانی مکس وبر در مورد سیاستمداران حرفه‌ای و تمایز اونها از سیاستمداران تفننی آغاز کردیم. ویژگی هایی که مکس وبر برمی‌شمره برای اینکه یک سیاستمدار حرفه‌ای رو از یک سیاستمدار یا سیاست پیشه تفننی تمیز بدیم، تشخیص بدیم. به بحث عوام‌گرایی رسیدیم یا پوپولیسم و در نوبت پیشین این بحث رو ادامه دادیم، جنبه‌هایی از پوپولیسم رو شناساندیم. اهمیت مسئله پوپولیسم به خاطر خطراتی است که میتواند در آینده از خط مشی یک سیاستمدار پوپولیست ایجاد بشه. به شکل خلاصه در برنامه پیشین به این مسئله اشاره کردیم، از جمله اینکه پوپولیسم بنابر شرایطی که ایجاد میکنه میتونه مقدمه‌ای باشه بر توتالیتاریسم، یعنی یک دولت یا یک حکومتی تمامیت خواه و فراگیر که یکایک بخشهایی که میتونه از توده‌ای شدن جامعه جلوگیری بکنه، مثل احزاب، جامعه مدنی و گروه‌های دیگر رو فاقد کارایی لازم بدونه و سعی بکنه اونها رو حذف کنه و از قبل این اندیشه یک فضای توده‌ای و در نتیجه توتالیتاریسم محقق بشه. مورد دیگر که خطر بسیار مهمی است فرافکنی کردنه، یعنی شما وقتی کارها غیر تخصصی و غیر کارشناسی است و اون موج مردمگرایی به شکل افراطی اون و غیر عقلایی اون وقتی در جامعه رخ میده، یک سیاستمدار پوپولیست ممکنه جنبه‌هایی از موفقیت خودش رو فریاد بکشه و جنبه‌های اساسی تر ولی ناموفق خودش رو کتمان بکنه یا فضا رو به نحوی آلوده بکنه که کسی توانایی انتقاد نداشته باشه. شما فرض کنید در یک رژیمی یک سیاستمداری پوپولیست، کارنامه او در برخی از حوزه‌ها بسیار خوبه به دلیل تجمیع منابع انسانی و مالی در یک بخشی قدرت ایجاد میشه. ما این رو داشتیم در آلمان نازی، در صنایع نظامی، در کارهای مختلف اقتصادی با یک رشد بی سابقه ای آلمانی ها مواجه شدن. ما به همان میزان فضای سیاسی کشور بسته شد. احزاب کمونیستی، احزاب سوسیالیستی، حتی در درون حزب نازی چهره هایی که بعضن صداهای مخالفی داشتن سرکوب شدن. شب دشنه های بلند یکی از اون شبهای بسیار معروفی است که هیتلر سعی میکنه تسوی حساب کنه با جناهای درون حزب نازی که احساس میکرد ممکنه برای او دردسر بشن یا با او مخالفت. وقتی کسی می آمد و در برابر پیشوا قرار می گرفت و می گفت شما احزاب رو بستید، دموکراسی رو تعطیل کردید، آزادی های مدنی و سیاسی مردم رو گرفتید، می گفت شما به کارنامه اقتصادی من نگاه بکن، ببینید چقدر من موفقم، بنابراین بهتره سکوت کنید. و شوروی کمونیستی هم داستان به همین شکل بود. موفقیت در یک بخشی سبب می شد که در بخش های دیگر جامعه که اتفاقا مهمتر و حیاتی تر بودند هیچ کس توانایی اعتراض نداشته باشه.
چون بلافاصله دستگاه های تبلیغاتی شوروی کمونیستی اون شخص رو متهم به خیانت میکرد. شما به آرمان های کمونیست خیانت کردید، کشور در حال پیشرفت اقتصادیه، آزادی های سیاسی برای چی میخواید؟ آزادی مطبوعات برای چی میخواید؟ در کشور ما هم داستان به همین نه. زمانی که در رژیم گذشته افراد میگفتن بله خب رشد اقتصادی بوده، که اون هم البته به برکت نفت بود، نه اینکه کالاهای تولیداتی ما افزایش پیدا بکنه. نه، ما به وارد کننده محصولات کشاورزی تبدیل شده بودیم، در صنایع سبک هم وارد کننده بودیم، در برخی از مناطق منتاج کننده بودیم، وگرنه بیشتر رشد اقتصادی کشور حاصل درآمدها و رشد نفت. در بخش کوچکی از صنایع البته خب پیشرفت‌های حاصل شد. اما به موازات اون، چون دولت دارای منابع مالی سرشار میشه، ارتش رو تقویت میکنه، همون نفع هم سعی میکنه بازوانی رو که احساس میکنه میتونن بر علیهش کار بکنن رو قطع میکنه، احزاب رو، گروه های سیاسی رو، روشنفکران و نخبگان رو. و اگر کسی هم خدمت اعلی حضرت میرسید که خب شما فضا رو بستید، حتی یکی دو گروهی که آدم هایی هم هستن به هر حال معترضن اما اسلحه به دست نیستن، شما اونها رو هم اجازه فعالیت نمیدید، حتی خودی ها هم دیگه به درگاه شما اعتراض ندارن، همه بله با قربانگو میگن خب ببین رشد اقتصادی ما رو، ببینید داریم تبدیل میشیم به ژاپن منطقه. در حالی که آن بخشی که مخفول مانده بعدن سبب ساز یک انقلاب میشه، چیزی که در شوروی کمونیستی ما دیدیم. در جمهوری اسلامی هم داستان به همین منواله. میگید آقا احزاب، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی چه شد؟ میگن آقا ببینید ما امن‌ترین کشور منطقه هستیم، در همه مناطق پیرامون ما جنگه اما در کشور ما جنگ نیست. این عامل اصلی جنگ منطقه‌ای همین رژیمه، ولی سعی میکنه دهانها رو ببنده و بگه ببینید ما امنیت داریم. شمایی که دارید این سخنان منتقدانه رو میگید احتمالاً قصدتون اینه که کشور ما امنیت نداشته باشه. اینجا ما با مقالطی اثر حالی مواجهیم، یعنی کسی نقد بر خودش رو به جای پاسخگویی ارجاع بده به یک مسئله در حوزه دیگری که در اون موفقه. مثلا کسی بگه سلیمانی تو چرا پدر خوبی نیستی؟ من بگم ببین ولی من منتقد اسلام خوبی هستم. خب اینو چه ربطی به هم داره؟ به یک شخص سیاسی بگید آقا اینجوریه، او یه جوری دیگه جواب بده. یا موفقیت یک سیستم رو شما به یک بخش توجه بدید، بقیه بخش ها رو در تاریکی قرار بدید، نورافکن رو بتابانید به یه بخشی، بگید اقتصاد ما خوبه، همین کافیه، دیگه نیاز به دموکراسی نداریم، نیاز به آزادی نداریم، نیاز به این نداریم که نخبگان در یک رقابت سالم بتونن انتخابات برگزار بکنن، به اینا نیاز نداریم، اینا مبتذله. الان یه چکمه میخواین بیاد ما مملکت ما رو بساز. مشکل در جاییست که این چکمه ممکنه بتونه در بخشی موفق باشه، ما چون در بخشای دیگر توازن برقرار نیست، مثل یک کشتی که شما بیش از اندازه بکشیش و پاره بشه، این فاصله افزایش پیدا میکنه، 5 دهه بعد، 4 دهه بعد تبدیل میشه به انقلاب. اگر ما مردمی هستیم که درس بگیریم از گذشته خودمون برای ساختن یک آینده بهتر، میدونیم کسانی که چنین شعارهایی رو میدن فراموش میکنن همین نسخه ها قبلا به کار گرفته شده و بیمار فوت کرده. بنابراین میشود هم دموکراسی داشت، هم آزادی داشت، هم به پیشرفت رسید، هم فقر زدایی کرد، ثروت تولید کرد. مگر کشورهایی که دارای دموکراسی هستن، دارای آزادی های مدنی هستن، ثروتمند نیستن؟
بسیاری از اندیشمندان اقتصادی توسعه سیاسی رو مقدم بر توسعه اقتصادی میدونن، هرچند برخی دیگر هم بالعکسش رو فکر میکنن. ما هر دو گروه متفقن که اینها باید در راستای هم حرکت کنن. شما نمیتونید توسعه سیاسی ندید، توسعه فرهنگی ندید، توسعه اجتماعی ندید، اما توسعه اقتصادی بدید نشدنیست. تا یک جایی ممکنه پیشرفت کنید، اما بعد از اون ممکن از بین برید. گاهی این فرافکنی بیرونیست، یعنی یک پوپولیست سعی میکنه به خاطر وعده هایی که میده و محقق نمیشه یک جنگی را بندازه که اذهان رو ببره به سمتی که فعلا پرسشگری نکنن که آقای فلانی آب و برق مجانی چی شد، مسکن مجانی چی شد. و خطر در اینجاست که شما در یک حالت جنگ قرار میگیرید. پوپولیستی که با توده سازی، امت سازی، حذف مراکزی که بتونن مانع تصمیمات خودسرانه یک پوپولیست بشن، شروع میکنن یک فضای جنگی سازی. شما دیدید محمود احمدی نژاد یکی از این افراد بود، هنوز نیامده شروع کرد بر علیه یهودیان و اسرائیل و گروه های مختلف سخن گفتن. هزینه او رو کی پرداخت کرد؟ مردم ایران. تحریم های رو بر رو در تمام صنایع و معادن و جاهای دیگه. یه دیگه هم خوشحال بودن، گفتن ببینید ما یک رئیس جمهور پیدا کردیم با اون سر و وضع میره، شعارهایی میده. و یادشون رفته بود عواقب این حرف زدن ها چند سال بعد مشخص میشه، سیاست های غلط یک پوپولیست دهه ها بعد مشخص میشه. بنابراین خطرات پوپولیسم هست که لازم میکنه وضعیت ما رو که بشناسیم. این سیاست ها خطرناکه. نخبگان یک جامعه چشمان جامعه هستن. اگر این موارد رو متذکر نشن، با همون موج همراه بشن، همان فاجعه‌ای خواهد شد که سال 57 شد. یک شخص پوپولیست مثل روح الله خمینی شعار میداد، هیچ کس هم از اون نمیپرسید که آقا این شعارهایی که میدی عقلانیه، شدنیه، خطرات اینها چیه. شما اینجوری بر علیه دنیا و استکبار و صدور انقلاب و بر این تبل ها میدمی، اثراتش بعدن با بمب ها و موشک های کشورهای دیگه بر سر ما، با تحریم کشورهای دیگه بر علیه ما، در خیابان ها و استان ها و شهرها باید بدیم. و وقتی جنگ را افتاد، خب دیگه هر کسی بخواد اعتراض بکنه بر سیاست های حکومت میشه خائن، میشه ستون پنجم. همین سیاستمداران پوپولیست سطح آگاهی جامعه را پایین میارن، همه چیز رو دم دستی میکنن، همه چیز رو خیالی میکنن، آرمانی میکنن. زجر بکشی 10 سال دیگه همه چیز خوب میشه. مبارزه بکنید، اگر کشته شید میرید بهشت. بریم به میدان جنگ، امام زمان میاد کمکتون. و روی مین بری، چون اینجا عملیات فریبه. ما چقدر جوانانمون رو از دست دادیم، چقدر سرمایه هامون رو از دست دادیم. در پای شعارهای راه قدس از کربلا میگذرد. آل سعود رو ببخشیم صدام رو نمیبخشیم، صدام رو ببخشیم آل سعود رو نمیبخشیم، هر دو اینها رو ببخشیم امریکا رو نمیبخشیم. همین شعارهای پوپولیستی، در حالی یک سیاستمدار به منافع ملی کشورش نگاه میکنه. اگر منافع ملی کشورش اقتضا بکنه با ایالات متحده رابطه داشته باشه، باید رابطه داشته باشه. اما سیاستمدار وقتی به نگاه پوپولیستی خودش نگاه میکنه، میگه نه، باید چیزهایی بگم که این مردم دوست دارن. یک سیاستمدار پوپولیست نخبگان رو حذف میکنه، روشنفکران رو حذف میکنه، در نتیجه شعور و سطح آگاهی جامعه میاد.
تصمیمات شعارگونه است، احساسیه و با ایجاد موجهایی در میادین و خیابانها و انواع و اقسام این کارها برای حاج قاسم و کربلای محمد و مشهدی رمضان و اینها جامعه رو هدایت کنه. مشکلات بزرگی برای یک جامعه با یک سیاستمدار پوپولیس رخ میده. هنوز ما هزینه های همین نوع سیاستمداران پوپولیس رو داریم. خطر دیگری که سیاستمدار پوپولیست و اساساً پوپولیست برای جامعه داره افزایش سرکوبه، افزایش زوره. به نام ملت ایران میخوام شما رو سرکوب کنم. من به پشتوانه ملت دولت تعیین، من به پشتوانه این خلق توی دهن امریکا میزنم، یعنی یک مردم رو میذاره پشتش، شعار خودش رو با اون اتوریته تبدیل میکنه به ابزار سرکوب. به نام خلق قهرمان ایران بکشید. دیدید این شعارهای مجاهدین و گروه های چپی و راستی و اینا میدن؟ به نام خلق ایران. حالا جمع کنید 2000 نفر هم نمیشن. شما کی هستی که به نام 80 میلیون نفر تصمیم میگیری؟ به نام خلق ایران. اون یکی هم میاد به پشتوانه ملت فلان میکنه. خب سیاست مدار پوپولیست این گونه است. بگه من نماد مردم. حالا امروز عرض خواهیم کردیم بحث رو. نگه کاری میکنم به نام ملت، بنابر مطالبه ملت، آنکه ملت مرا قبول دارد، آنکه ملت به من وکالت داده است. این داستان هاست. سیاستمدار پوپولیسم اینگونه رفتار. بنابراین به دلیل خطرات پوپولیسمه که اگر اینها رو نشناسیم، باز در یک انتخاباتی یک ایمان سلیمانی میآید از اون فرهنگ توده‌ای، فرهنگ پوپولیستی سو استفاده میکنه و میگه مردم منو ببینید چقدر آدم خوبیم. وقتی قدرت گرفت کشور رو به انحطاط میبره. آدولف هیتلر از نظر شخصی نه قاتل بود، نه اهل مشروبات الکلی بود، نه انسان زناکاری بود، نه اهل فسق و فجور بود، یه انسان معمولی بود. ما آنچه که جامعه آلمان متوجه نشد افکار او بود، نتیجه شعارهای او بود که عواقبش دامنگیر یک کشور با اون فرهنگ غنی در ادبیات و فلسفه و نظام و سیستم های ادبی بود. در ایران ما تاوان کیا رو میدیم؟ ما تاوان دامی که سیاستمداران پوپولیست برای ما ساختن. لزوم بازشناسی چون این افرادی با افکار خاص پوپولیستی اهمیت داره. نبد از این که سوار قطاری بشیم که یک پوپولیست میخواد لوکوموتیو ران اون باشه. به دو مسئله در برنامه پیشین اشاره کرد. امروز میرسیم به مسئله بعدی. سومین ویژگی یک سیاستمدار پوپولیست. اون ویژگی اینه که ایشون فراجناهی، یک انسان ملیه، نماد ملیه. اگر کسی با سیاست آشنا باشه میفهمه ما کسی به نام فراجناهی نداریم. شما به هر حال یه افکاری دارید. در حوزه اقتصادی یه افکاری دارید. شما نمیتونید در حوزه اقتصادی یک نگاه سوسیالیستی کمونیستی داشته باشی، از اون طرف یک نگاه لیبرال و کاپیتالیستی داشته باشی. نشدنی. این دو با هم جمع نمیشه. شما نمیتونی در جامعه هم طرفدار دیدگاه دینی باشی، قوانین منبعث از دین باشه، هم بتوانید حامل و حامی ارزش‌های نوین باشید. بگید نه، من با این ارزش‌های متجدد کار میکنم. نشدنیه. باید یه جناح رو انتخاب. جهان غرب احزاب جناح‌های مختلف رو پوشش میده. جالب اینه که در درون هر حزب هم جناح‌های مختلفی هستن. یعنی اینطوری نیست که یک حزبی کاملا یک دست باشه. نه، یک جناح میانه رو داره، یک جناح تند رو داره،
گروه های در حوزه های مختلف در یه حزب فرق میکنن. یک پوپولیست میگه من فراجناهی هم. با همه تون میسازم. هر کی هرچی بگه من نه نمیگم. نماینده همه تون هست. نماد ملی هم. حالا جنبه مغالطاتیش کجاست؟ نماد ملی؟ اگر ما ملت رو فهم کنیم. ملت کانونیست. متشکل از انسانهای مختلف با هویت‌های مختلف. در اون ملت زنان هستن. من ایمان سلیمانی نمیتونم نماد زنان باشم. نشدنیست. چون مثلا زن نیستم. میتونم حافظ حقوق اونها باشم. اما نماد زنان ایرانی نیست. نماد زن ایرانی رو باید از دل زنان ما پیدا بود. نماد مسلمانان نیستم. چون مسلمان نیستم. نماد یهودیان نیستم. نمیتونم یهودی بشم. نماد زرتشتیان نیستم. نماد کردها نیستم. نماد بلوچ ها نیستم. یک ملت تشکیل شد از این انسانهای متنوع که دارای هویت‌های مختلفن. اما این هویت‌های فردی و قومی محلی رو در یک هویتی بالاتر به نام هویت ملی با هم جمع میکنن. کنار هم دیگه میشینن. هیچ انسانی وجود نداره که بتونه نماد هویت ملی باشه. نماد ملت باشه نشده نیست. چون او هویت هایی داره که او رو از دیگران متمایز میکنه. در کشورهایی که این تنوع و تکثر وجود داره هیچ وقت یک شخص رو نماد ملی نمی کنه. هرچند اینها مربوط به افکار قرون وسطایی است. که یک شخص نماد مذهب است، نماد دینه، نماد حزبه. اما در یک جامعه متنوع و متکثر قانون اساسی نماد ملتی. چون وقتی تک تک اون اصول قانون اساسی رو مطالعه میکنید میبینید حقوق همه این افراد با همه تنوع هویتیشون در اون قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در بسیاری از این کشورهایی که دموکراتیک هستند، نظام های جمهوری دارن، اونها نماد ملی ندارن. چرا دارن؟ پرچمشون، قانون اساسیشون. مطالعه قانون اساسی نشان میده که این ملت دارای یک وارستگی است، که این ارزش های مدرن، ارزش های امروزی، ارزش های حقوق بشری رو در قانون اساسی خودش گنجانده. نماد ملی هیچ وقت یک شخص نمیشه. این دروغی است که خیلی ها در رسانه ها تبلیغ میکنن. آقای فلانی نماد ایران است. یعنی چی نماد ایران است؟ خانم فلانی نماد نمیدونم فلان نخی. ایشون فقط میتونه نماد بخشی از جامعه باشه. یک بانویی که مبارزه میکنه میتونه نماد بانوان ایرانی باشه. نمیتونه نماد مردان ایرانی هم باشه. اونا ویژگیاشو فرق میکنه. یک زنی اگر در یک حوزه توانسته موفق باشه، فرزند در حوزه اقتصاد، در حوزه علم، بله او نماد زنانی است که لعلم و دانش در ایران. اینو در بقیه حوزه ها که نماد نیست. نماد یعنی آن چیزی که به نمایش در بیاد و پیوندی داشته باشه با بستر خودش. اگر متوجه باشیم ایران ما یک کشوری است متنوع و متکثر، دوچار این خطای معرفتی نمیشیم که یک شخصی رو، یک گروهی رو، یک حزبی رو نماد کلیت مردم ایران در نظر بگیریم و بگیم بفرمایید ایشون هست تمامه. چون هویت ها متنوع است، متکثره. اما یک سیاستمدار پوپولیست و زیر مجموعه او دائم از بلندگوهای ریز و درشت فریاد میکشن آقای فلانی نماد ملت ایران است. نماد ملت ایران کجاش؟ نماد ملت ایران خیلی از گروه های هویتی هستن، ایشون رو جز خودشون نمیدونن. میگن آقای سلیمانی همینجوری به چجوری به ما میخوره؟ ایشون که اصلا دین رو قبول نداره. من یک مسلمان مؤمن متعهدم، ایشون نماد منه؟ یک کرد و بلوچ چطور میتونه منو نماد خودش بدونه؟ اگه بگید نه همه ما شهروندیم پس نماد ما میشه قانون اساسی،
که شهروندی در اون متجلیه که من با یک کرد، با یک بلوچ، با یک ترک میشم برادر، میشم شهروند، از حقوق برادر بند برابر این در کنار هم، فرصت ها، امتیازاتم، همه چیمون با هم برابر. یک بار این ساختارهای معیوب ذهنیمون رو بشکنیم، به جای اینکه اشخاص رو برجسته بکنیم بریم به سراغ ساختارها. ارزش قانون اساسی است، جایی که آرزوهای یک ملت، امید یک ملت، امتیازات و خصائص و ویژگی‌های یک ملت تو اون متبلبره و انسان‌ها با خواندن اون اصول لذت می‌برن. الان قانون اساسی جمهوری اسلامی نماد مردم ایرانه؟ به هیچ عنوان. قانون اساسی در خدمت در درجه اول مسلمانا، درجه بالاتر از اون مسلمانان شیعه، خیلی بالاتر از اون اهل ولایت فقیه. ما بقیه که اصلا در اون قانون شهروند نیستن، اصلا به حساب نیامدن. از این قانون اساسی دیگه نماد من ایمان سلیمانی خدا ناباور نیست، چون حقوق من تو اون لحاظ نشد. اگه کسی بگه این قانون اساسی نماده، میگم نه خیلی، نماد من نیست، نماد یه گروه دیگریست. سید علی خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان، کدوم مسلمانان جهان؟ 1 میلیارد و اندیشون که اهل سنتن، از این آقا رو قبول ندارن. از بین شیعیان که 100 و اندی میلیون نفرن هم خیلی هاشون که از این آقا رو قبول ندارن. یه مرجع تقلید دیگری دارن در عراق، یکی دیگه در لبنان، یکی جای دیگه، از اینشون کی قبول داره؟ اما دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی از ایشون رهبر مسلمانان جهان میسازه. حالا کی هست که بره این مفاهیم رو خورد خورد کنه، ریز ریز کنه، بفهمی که آقا مغالطاتش اینجا هست، خطاهاش اینجا هست؟ یه دام باور میکنم، میگم بله ببینید، ما رهبر مسلمانان جهان اینجاست، شون هرچی دستور بده همه میگن چشم. در حالی که اهل سنت اصلا ایشون رو قبول ندارن، اصلا نمیدونم هویتشون این آقا نیست. ویژگی دیگری یک انسان سیاست مدار پوپولیست، دست زدن به مقدساته. حالا این مقدسات یا اونهایی که مورد احترامه از دین برمیاد یا از سنت. شما دیدید بعضی از این سیاست مداران پوپولیست هم در کشور خودمون هم در جهان غرب. ماه رمضان میشه، آقای جاستین ترودو یه لباسی میپوشه، روزه میگیره و فلان و اینا، میرن مسجد مسلمان ها. ببخشید، این سیاست برای چیه به نظر شما؟ دیگه واقعا روزه داری؟ فهمیدی که اصلا این فلسفهش چیه؟ خب بنشین در همون اتاق ریاست جمهوری و نخست وزیری خودت کارتو انجام بدی. نه، من میخوام برم تو مسجد بشینم رو زمین، یه افطاری بیارم، از قبلم بگم روزه گرفتم که مسلمانای کشور ما خوشحال بشن، غذا هم که آوردن اول از نمک و آب شروع بکنم. دیدید این آداب های خاص این دوستان مسلمان ما رو؟ یه خانومی نخست وزیر در نیوزلند، برای اینکه خانوم های مسلمان خوششون بیاد حجاب سرش میاد، به حجاب سر کردن نیاز است که شما فلسفه‌شو بدونی. تازه اگه بدونی میفهمی توهین به زنانه، توهین به مردان اون جامعه است. این سبک پوچش نیست، این اجباری است که در دین برای زنان در نظر گرفته شده. چرا؟ چون مردان تحریک نشن، با دیدن موی زنان یا اندامهای بدنشون تحریک نشن. یعنی مردان رو به مثابه یک گرگ درنده دیدن که ممکنه حمله بکنن به اون زنان. خب این خانم که اصلا نمیدونه این فلسفه ها چیه، ذیل این احکام چه توهین هایی نهفته است. برای خوشایندی مسلمان ها یک سیاست پوپولیستی پیش میگیره، حجاب سرش میکنه میره در خیابان. این در جهان غربه، یعنی فکر نکنید پوپولیسم مشکل جهان پیرامون ماست. نه، طرف میره در یک کشوری دست میذاره رو دیوار نوربه، نمیدونم فلان میکنه، او تو اصلا فلسفه شو میدونی؟
یکی از این کلاهایی که یهودیان بر سر میذارن سرش میذاره، یه عکس هم میگیرن و همین هم رسانه‌ای میشه. مثلا فرض کنید چرا؟ چون آقا رفته اسرائیل، اونجا دم دیوار ندبه دست رو گذاشته آقا و خانوم. حالا از این سوال کن، این دیوار ندبه چیه؟ فلسفهش چیه؟ اگه بلد بود اعمال شرعی خودش هم بلد نیست، یعنی بگی واجبات نماز چند تاست بلد نیست، بگی ارکان نماز چند تاست بلد نیست. اما چهار نفر منو بگیرن با این فیلم ببینن چطوری دیوار ندبه دارم نشون میدم من و بانو، سیاست پوپولیستی است. متاسفانه بسیاری از سیاستمداران هم تن میدن به این وضعیت. ادهی به آن چیزی که در سنت محترمه متوسل میشه. ما فرزندان فلان پادشاه بودیم، ای فلانی تو بخواب ما بیداریم، ای فلانی شاه شاهان، ای شاه پر آوازه تو در جای خودت آرام باش من بیدارم. اینا سیاست های پوپولیستی است. در همان شیرازی که جشنای 2500 ساله بود چندین حلبی آباد بود، اون کوروش از این که ببینه در کنار مرقدش حلبی آباد هست ناراحت نمیشه، از این که تو در کاخ نیاورانت بیداری ناراحت میشه، سرزنده میشه، خوشحال میشه. حالا جشن میگیریم، کارگران و کارمندان و غذاها رو از فرانسه میاریم، یه دیرم دعوت میکنیم، اشکال نداری کارا رو انجام بدید، اما اون فقرا رو هم به عنوان اولویت در نظر بگیرید. برای شناساندن فرهنگ ایرانی هزار راه وجود داره، نیاز نیست شما افراد مختلف رو جمع کنید بیارید اونجا که با اون هزینه های سنگین یه غذای ایرانی سر سفره نبود، همش غذاهای غربی بود، فقط خاویار بود و این چیزا که اونم تازه مربوط به ایران بود به شکل خام. فرهنگ ایرانی چی بوده؟ تو لباس ها و نمیدونم انتقاداتی بود که اون زمان. سیاست های پوپولیستی است، میخوایم خودمون رو مطرح کنیم در دنیا، اون تا راهش رو بلد نیستیم، از این طریق اقدام. بنابراین هر کجا دیدید کسی کتاب مقدسی بلند کرد به جای اینکه نشان بده چرا سیاستاش درسته، بگید آقا سیاست تو، این برنامه تو چرا درسته؟ قرآن رو بلند کرد یا دست زد به ذریح ابوالفضل علی ابن ابی طالب، شروع کرد به گریه زاری کردن، دست علیلی دارم، جسم فلانی دارم. دیدید سید علی خامنه ای رو سال 88 توسل به امام زمان کرد، وقتی دید مردم در خیابان ها هستند و فلان، جسم ذلیلی دارم شروع شد، به امام زمان میفروشم جسمم و جانم رو که دیگران بگن خب ببینید گناه داره این بیچاره. سیاست مدار برنامه هاشو بر اساس عقلانیت ارائه میکنه، نیاز به دست زدن به قرآن و انجیل و این که من نماینده فلانی هستم که 2500 سال قبل فوت کرده و اینا نیست. از مسئله نگاه به مقدسات چه دینی و چه سنتی یکی از مشکلات بزرگه و بر روان جامعه هم تأثیر میگذاره. متاسفانه دیگه ما فراموش میکنیم توضیح بخوایم. ریجگی دیگری که یک پوپولیست داره، همیشه پس ذهن نخبگان و روشنفکران یه توطئه ای میبینه. من پیشتر در همین برنامه عرض کردم ما سه فرض همیشه در برابر نخبگان داریم. یکی فرض جهالتی، دیگه فلانی نقدی بر ما میکنه میگیم بلد نیستیم، نمیدونه، سواد نداره. فرض دوم فرض حماقته، بگیم نه او دانش داره اما نمیدونه که این دانشش اینجا موضوعیت نداره، دانشش برای زمینه دیگر خوبه اما تو اینجا این حرفی که میزنه صادق نیست،
میدونیم نتونست داوری خوبی بکنه. و سومین فرض سوء نیته. میگیم بله طرف دانش داره اما در خدمت یک دستگاهیه، در خدمت اجنبی هاست. کتاب های ضد روشن فکری ما کم نداشتیم. نه اینکه روشن فکران ما قابل انتقاد نبودن و نه، اساسا بسیاری از اون نخبگان ما کسانی بودن که یه آثاری در بین چپها در شوروی در جاهای دیگه ترجمه میکردن میآوردن، حتی خیلی از اون مفتنت هم نمیفهمیدن، ترجمه میکردن میآوردن به مردم میدادن، آه بفرمایید اینا ما نخبه ایم، چهار تا اصطلاح خارجی بلدیم، تئوری هایی از افراد سوسیالیست هم یاد گرفتیم، کنار هم دیگه میذاریم، پشت سرمون هم یه داس و چکش میذاریم، تمام شد رفت، دیگه میشیم نخبه، یه پی پی هم میذاریم بغل لبانمون، دیگه میشیم نخبه دیگه. یعنی اطوارش رو یاد گرفته بودن، نمیدونستن اصلا در کدوم جامعه دارن سیاست ورزی میکنن. خیلی از این نخبگانم این ایراد بر اونا هست، اما آیا همه این نخبگان این وضعیت رو دارن؟ نه. اما یه پوپولیست همه رو به یه چشم نگاه میکنه، به این نخبگان مشکلاتی دارن، باید جلوشون ایستاد. هی قور میزنم، هی نق میزنم، نمیذارن ما کارمونو بکنیم. ببین مردم چی میخوان؟ سلیمانی میگه اینجوری نیست، اونجوریه. سلیمانی دهنتو ببن، این همه مردمو ببین دور میدان فلانجا جمع، من به حرف تو گوش بدم یا به حرف این مردم؟ بعد مردم رو بر علیه نخبگان و روشنفکران. چرا ما این همه ادبیات ضد روشنفکری در ایران دیدیم؟ مردم تبدیل شده به گروهی که همه باید طبق اونها حرکت کنه، حتی اگه خواستهاشون غلط باشه. ما در دموکراسی ها با دیدگاه مردم عمل میکنیم، اما قبلش عرض کردیم معرفت، دانش، معلومات در درون جامعه توسط نخبگان، احزاب، رسانه ها منتشر میشه، بعد مردم اختیار میکنه. اما پوپولیست اینو نمیگه، میگه حتی اگه مردم یک درخواستی غیر عقلایی داشتن، حتی میتونه به منافع ملی ما ضرر بزنه، ارجح بر دیدگاه نخبگان جامعه. و با این کار میخواد نخبگان رو از درون جامعه حذف. حالا روشن فکر خب ویژگیایی داره، یعنی ما به هر انسانی نمیگیم روشن فکر، هرچند ما ایرانی ها به هر چیزی میگیم، هر کسی یه حرفی زد میشه روشن فکر. ما روشن فکری ویژگیایی داره. خیلی خلاصه عرض کن، اولین مسئله که روشن فکر داره اینه که درد جامعه رو تشخیص میده. نمیگه جامعه مشکل نداره، نمیگه وضع جامعه خوبه، میگه جامعه مشکل داره، خوب کار نمیکنه، اقتصادش خوب کار نمیکنه، سیاستش خوب کار نمیکنه. خیلی از سیاست مداران حتی نمیتونه تشخیص بدن که جامعه داره بد عمل میکنه. مثل یه میکانیکی که از صدای ناهنجار موتور اتومبیل میتونه بفهمه، ما یه راننده تازه کار نمیفهم تا زمانی که دیگه وقت پیاده کردن موتور ماشین برسه. یه روشن فکر دهه ها قبل از اینکه جامعه دچار یک التهاب بشه، درگیر شورش و انقلاب بشه، میفهمه این وضعیت میتونه منجر به انقلاب بشه. بهبه و چهچه نمی کنه، اعلی حضرت هرچی شما گفتی خوبه، امام هرچی شما پسندیدی همون حقه. نه، اگر ایراد داره جامعه، آقا این روش شما دهه ها بعد مشکل ایجاد میکنه. ما الگوهایی هم داریم که طبق این دوچار مشکل شده، شما بفرن کشور نگاه بکنه، نمیگه. خیلی از روشن فکران یا نخبگان وقتی وارد کانون قدرت میشن دیگه بنابر اون منافعی که دارن حرف نمیزنن. آقای دکتر داریوش همایون یکی از این مسائل رو خیلی جالب در کتاب دیروز و فردای خودش ذکر کنه، گفت من در زندان فهمیدم که این رژیم کارش تمامه،
قبل از اون به دلیل اینکه تو کانون قدرت و دربار اینا بودیم کمتر متوجه بودیم که داستان چیه. اهمیت وجود روشن فکران در کنار حاکمان خیلی مهمه. اونایی که از مدار قدرت دورن اما سیاست مدار اونها رو امین خودش میدونه، میگه آقا من چیزایی رو ممکنه نبینم، شما به من بگید. شما در حوزه‌های مختلف دارای علم و دانشید به من بگید. بعد این اطلاعات رو تطبیق بده با اطلاعات نهادهای امنیتی، پلیس، دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های اجرایی و یک برایندی بگیره. دومین حرکتش اینه که اولویت بندی میکنه. یعنی میگه بله این جامعه مشکل داره، اما مهمترین مشکلی که میتونه سرایت کنه و مناطق دیگر رو فاسد کنه در بخش مثلا اقتصاد، در فرهنگ، در دین، توانایی اولویت بندی کردن مشکلات هم کار روشن فکره. ممکنه شما تشخیص بدید جامعه 3 تا ایراد داره، اما اون مشکلی که سبب سازه اولویتش خیلی مهمه و میتونه به جاهای دیگه ضربه بزنه رو به زودی درمان نکنی، بری سراغ چیزهای کم اهمیت تر، اون میتونه مشکلات ایجاد بکنه. یعنی اولویت اسباب و مشکلات جامعه وقتی شما شناختید هم به همون اندازه اهمیت داره، چون زودتر اقدام میکنید برای رفع اون. مورد دیگر این که جامعه هدفی که مطلوبش هست رو هم باید بشناسه. یعنی یک روشنفکر باید بگه وقتی ما این وضعیتمون نامطلوبه، وضعیت مطلوب کدومه؟ باید به اون وضعیت مطلوبمون برسیم، که وضعیت مطلوب میدونید وضعیتی نیست که آرمانی و تخیلی باشه، مدینه فاضله باشه، یه اوتوپیایی باشه، نه، یه جامعه که عینی باشه. آقا ما جمهوری اسلامی این همه نکبت برای ما آورده، خب جایگزینش چیست؟ این همه کشورهای دموکراتیک، این همه نظامهای سکولار. مقایسه کنید، آیا زندگی در زیر پرچم جمهوری اسلامی بهتره یا طبق قانون اساسی کشوری که دموکراتیکه؟ کار دیگر روشن فکر اینه که ابزارهای رسیدن به اون هدف را مشخص میکنه. وقتی فرهنگ جامعه دینی است او رو نقد میکنه، میگه دین مشکله، اولویت هم داره در بین مشکلات دیگه، برای رسیدن به جامعه هدف که سکولاریسمه باید به نقد دین پرداخت. یعنی ابزارهاش رو هم در اختیار مردم جامعه قرار میده، در خدمت نخبگان قرار میده. و این ابزارها هست که کمک میکنه با یک طرح و برنامه اون جامعه هدایت بشه. شما به روشنفکران پیشا مشروطه ما نگاه بکنید، رگه هایی از این مؤلفه هایی که من برشمردم رو میبینید، از آخونزاده و میرزا خان کرمانی و طالبوف تبریزی و مستشار الدوله و افراد دیگر. اونا درد جامعه رو تشخیص داده بودن، گفتن استبداد، در کنارش دینه، در کنارش الفباست. این خطی که ما داریم سبب میشه که دانش آموزان ما، کودکان ما خیلی دیر یاد بگیرن کتابهای درسی رو بخوندن، کتابهای دیگر رو خوندن. ما زبان رو تغییر بدیم، الفبا رو تغییر بدیم. هم آخونزاده در این زمینه کار کرده بود، هم میرزا ملکم خان ناظم الدوله، همشون کار کردن در زمینه ادبیات. اینه که درستی یا غلطی یه بحث دیگریست، این که افراد و تفرید شد یه بحث دیگریست. بحث هم اینه که یک روشنفکر مشکلات جامعهشو میشناسه. دو ممکنه روشنفکران با هم بحث میکنن میبینن که بله مشکل اصلی اونی نیست که سلیمانی میگه، مشکل اصلی اون چیزیست که آقای فلانی میگه. یعنی یک اشتراک نظری به جامعه داده میشه از قبل روشنفکران. روشنفکران پیشا مشروطه میگن آقا مشکل ما استبداده، ما قانون میخوایم. آن چیزی که سبب پیشرفت در جهان غرب شد قانونه، قانونی که پادشاه هم ذیل اون باشه، قانونی که در اون مردم مجلس رو اداره بکنه.
نهادهای مردمی رو اداره بکنن. هر کسی بلند نشه بگه نخیر من تصمیم گرفتم امروز اینجوری باشه. از اون طرف روحانیت دستور بده با حکم و فتوا تمام نظام‌های اجتماعی مملکت از هم بپاشه. دی قانون بالاتر از پادشاهان و روحانیون قرار میگیره و همینطور مردم، یک انتظامی در جامعه برقرار میشه، یک نظمی ایجاد میشه. خب اینو فهمیده بودن، به همین دلیل کتاب‌هایی نوشتن، یک کلمه مستشار و دوله و بقیه رساله هایی که در اون زمان نوشته شد. نقش دیگر اسلام بود. آقا این قوانین اسلامیه، باعث شده زنان ما خانه نشین بشن به حکم حجاب، به حکم اینکه این زنان ناقص العقلن، در حالی که در جهان غرب زنان اومدن مشارکت میکنن پا به پای مردان. حالا درسته تبعیض وجود داره اون زمان که بیشتر، امروز هم اون شکاف بین مردان و زنان وجود داره چون فرهنگ به سادگی تغییر نمیکنه، اما کم شده. بسیاری از سیاحان اون زمان وقتی رفتن در جهان غرب، از پیشرفت کشورهای غربی وقتی برگشتن حیرت‌نامه‌ها نوشتن، یعنی تفاوت جامعه خودشون با غرب رو فهمیدن و سعی کردن پیدا کنن نکات و نقاط افتراق رو. گفتن قانونه، حکومت غیر دینیه، یعنی کلیسا پاشو کشتی کنار دیگه. فرانسه و انگلستان بر اساس قوانین شریعت مسیحیت، حالا چه کاتولیک چه پروتستان، داره نمیشه. ما کشور ما آخوندها میان هر روز یه فتوایی میدن، در امور دخالت میکنن، عدلیه دستشونه، تمام مسائل مربوط به زنان و آموزش و پرورش دستشونه. اینا رو باید کنار زد و به همین ترتیب ادامه دادن. از مفاهیمی مثل ناسیونالیسم و دیگر مسائل هم استفاده کردن، چون ما ملت نبودیم، ما رعیت بودیم، افرادی بودیم که اصلا به حساب نمی آمدیم. از عثمانی ها واژه نیشن رو ترجمه کردن به ملت آوردن، یعنی اقداماتی انجام دادن، ابزارهایی رسیدن به یک جامعه مطلوب رو هم نشان داد. اما در این که افراد کردن یا تفرید کردن، بله حرف و حدیث در اون زمینه هست. امروز کدومی که از این نخبگان ما سعی میکنه یک جامعه آرمانی رو نشان بده، یک جامعه مطلوب رو نشان بده و وارد ابزارهاش بشه؟ مهمترین ابزار رسیدن نقد دینه، چون تمام شئون جامعه ما رو تعیین کرده. قانون اساسی ما دینی است. اگر در حکومت قاجار که دین در امور جامعه به دلایلی حوزش محدود بود، چون یک درباری بود، یک شاهی بود، ایلات و عشایر بودند، بر اساس سنت رفتار میکردن، اما در همون زمان آخوندزاده ها، میرزا آقا خان کرمانی ها به دین توجه داشتن که درست دین قدرت نداره تمام و کمال، اما اثرات مخربش هنوز هست. حالا شما فکر کنید امروز که یک حکومت دینی بر سر کاره، خودش هم پادشاهه، هم نهادهای حوزه علمیه و انواع اقسام اینها رو اداره میکنه، تمام رسانه ها رو در اختیار داره، بعد برای گذار از این رژیم میگن نه، نقد دین نباید کرد. جنبه مضحک داستان اینجاست که روشن فکران، یا بهتر بگم نخبگان امروزی ما، حتی به اندازه آخوندزاده اون زمان هم نمیفهمن، به اندازه میرزا آقاخان کرمانی اون زمان هم نمیفهمن. با اینکه دین در اون جامعه تمام و کمال حاکم نبود، سیاست گذاری دربار رو تعیین نمی کرد، اما اونا متوجه شدن این دین بر فرهنگ مردم داره اثر میذاره، بر زنان ما، بر نزاع‌های اجتماعی ما. بهائیان رو بکشید، یهودیان رو بکشید، اونا رو حمله کنید، خب اینا همه مسائل دینی بود. حالا چه شده که امروز که این دین تمام شئون زندگی مردم رو از سال 57 به عهده گرفته، نیاز به نقد دین نیست برای گذار؟ و بدتر از اون، این که سیاستمداری بگه که نقد دین یا اسلام ستیزی بخواید بکنید، همین جمهوری اسلامی بمونه بهتره.
اگر دیگه دو تا نخبه کنار این آقاها باشن، کنار این خانوم ها باشن، بهشون یادآوری میکنن که اگر نقد دین نباشه مشروعیت این حکومت فروکش نمیکنه، از بین نمیره. ذهن مردم رو از اون فرهنگ توده دینی باید بیرون آورد، به اونها یاد داد به جای حکومت دینی باید به دنبال یک سکولاریسم باشه، به دنبال احکام شرعی نباید گشت، باید به دنبال حقوق بشر گشت. کار روشنفکر فقط غر زدن نیست، کار روزنامه نگارانه. می نشینن صحبت میکنن آقا حکومت بد است و فلان. بله بد است. خب راه برون رفت چیست؟ خب دیگه بخوان بگن نقد دین بکنی، به باورهای اساسی مردم بپردازید، میگن نه اونجا دیگه دشمن من میشن، اون بخشا رو دیگه من واردش نمیشم. یه تعبیر دیگر روشنفکری تعبیر فوکویست که نخبگان یا روشنفکران باید ابزار تفکر نسبت به بدیهی ترین امور رو به مردم بدن، یعنی به مردم یاد بدن یک بار باورهای خودت رو مورد تشکیک قرار بده، هر چقدر محترمترن بیشتر، هر چقدر مقدسترن بیشتر به اونها بپرداز. چرا مقدس شدن؟ چرا محترم شدن؟ باوری که عقلانی باشه مقدس نمیشه، اون عقلانیت تا ابد او رو ساپورت میکنه. هر کجا اون عقلانیت از بین بره میگه میره که چیزی که مقدس میشه یعنی یک جایش میلنگه، مجبور به یک امر ماورایی خودش رو بچسبونه که دوام بیاره. باور عقلانی نیاز به مقدس سازی نداره. مگه ما الان فرمول های فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینا رو مقدس سازی کردیم؟ نه، چون عقلانیست میپذیره. اون باوری که میگه به خدا قسم، به رسول قسم، یعنی یک خللی در او هست، نسنج. پشتوانش عقل نیست، یک موجود ماوراییست. خب اتمام برنامه است. این بحث رو ادامه خواهیم داد در آینده، چون پوپولیسم مسئله بسیار مهمی است و مشکلات از اون گریبانگیر ما. سپاسگزارم تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف